مگنس کارسن، یان نپامیاشی، یک چهارم نهایی مسابقات جولیس بیر جنریشن کاپ، یک فینال زود هنگام در مرحله یک چهارم نهایی بین دو بازیکنی که قهرمانی جهان با هم بازی کردن، مگنس کارسن، یان نپامیاشی که مگنس قهرمان جهان شد در اون مچ، اینجا به مسافه هم رفتن بازیکنان، چهار بازی به مسافه هم رفتن، چهار بازی مساوی شد. و خب ما اون بازی هایی که مساوی شد رو در لایو در کانال چستراپیست لایو دیدیم با هم، و بازی های مساوی رو دیگه بهتون نمیخوام نشون بدم. توی این ویدیو قراره بریم سراغ بازی پنجم، بازی آرماگدون، که نتیجه نهایی رو مشخص میکنه و حتما نتیجه داره. توی بازی آرماگدون دو طرفین زمان انتخاب میکنن، کسی که زمان کمتر رو انتخاب کرده در واقع با مهره سیاه بازی میکنه. توی این بازی مگنس کارسن فکر میکنم 7 دقیقه و 28 ثانیه و یان نپامیاشی 7 دقیقه و 46 ثانیه انتخاب کردن. خب به همین دلیل مگنس با سیاه بازی میکنه و مهره سیاه فقط نیاز مساوی کنه و سفید فقط باید ببره. سفید با 10 دقیقه بازی میکنه و سیاه با 7 دقیقه و فکر میکنم 28 ثانیه بازی رو آغاز میکنه. خیلی خب بریم سراغ این بازی بسیار جذاب با هم ببینیم که بازی با حرکت 34 گشایش انگلیسی از طرف یان نپامیاشی آغاز شده. از پی او وی سیاه میبینیم بازی رو. ببینیم مگنس چیکار کرده. با E5 مرکز رو کنترل میکنه توی بازی. هر 4 اسب روی صفحه واریانت 4 اسب گشایش انگلیسی رو داریم. حرکت E3 آماده میکنه D4 رو سفید توی بازی و سریعاً با D5 مگنس کارسن به مرکز حمله کرده. تعویض پیاده ها در مرکز، فیل به خونه B5 گسترش پیدا کرده، آچمز کردن اسب و میبینیم پیاده E5 هم حالا پیاده B دفاعیه. تعویض اسب ها اتفاق افتاده و با پیاده B سفید پس گرفته، چون مسلماً با حرکت D4 میخواد مرکز خوبی رو برای خودش دست و پا کنه. فیل D6 پیاده ضعیف رو دفاع کرده توی بازی و سفید با حرکت D4 مرکز رو از آن خودش میخواد بکنه. وزیر به خونه F6 یک بار دیگه پیاده رو حمایت میکنه و حرکت D5 از طرف یان نپامیاشی بازی شده. به نظر میرسه اسب گیر کرده و از این آچمزی سفید داره چیزهای آیدش میشه. اما بعد از حرکت A6 خب فیل هم زیر ضربه. اگه بخوای اسب رو بزنی فیل رو از دست میدی. اگه بخوای برگردی با حرکتی مثل B5 فیل A4 اگه بخوای بازی کنی با B5 میاد و به حمله پیاده سیاه داری در اسب کمک میکنی. به همین دلیل فیل برگشته به خونه E2 که انتخاب خوبی، اسب هم از زیر ضرب میتونه بلند شه. و اگر که با پیاده اینجا بخوای بزنی خب فیل رو از دست میدی، و اگر که پیاده بعدی رو هم بخوای بزنی میبینی دو فیل قدرتمند داره سیاه توی بازی. ساختار پیاده سفید ساختار پیاده خوبی نیست و صفحه باز کمک میکنه به سیاه که بره و این بازی رو راحت‌تر برای خودش جمع و جور کنه. اما بریم سراغ خود بازی. حرکت فیل E2 بازی شده، حالا اسب برگشته به خونه B8، قرار از خونه D7 به بازی اضافه بشه و از اونجایی که پیاده‌ای در خونه B2 وجود دیگه نداره برای سفید، مشخصا خونه C5 خونه بسیار مناسبی برای این اسب. و ببینیم مگنس کارسن حتی خونه B3 حتی خونه C5، ببینیم مگنس کارسن به چه زیبایی چرخش اسب رو داره انجام میده و اسب رو به بازی اضافه میکنه. خب حرکت C4 بازی شده. اینجا مسلماً E4 بهترین انتخاب بود برای سفید که این پیاده رو فیکس بکنه. پیاده رو به جلو میخواد رونده شه، قطر فیل باز شه، دوتا فیل خیلی خوب میتونه سیاه داشته باشه توی بازی. قلعه رفته مگنس و فیل هم به بازی اضافه شده. اسب به خونه C5 کنترل خونه استراتژیک E4 برای سیاه اتفاق افتاده. اسب به همین منظور میره به خونه D2 خونه E4 رو بیشتر کنترل کنه. دوست داره که سفید پیاده خودش رو حتما توی E4 بذاره، چون اگر قطر این فیل باز بشه خطرناک میشه وضعیت. البته در لحظه که نه، وزیر توی این قطر قرار داره. به همین منظور حرکت وزیر G6 بازی میشه با 3 علامت، یعنی 3 تا کار میکنه این حرکت وزیر G6. یکی از قطر فیل بلند میشه، دومین کاری که میکنه خونه E4 رو یک بار دیگه داره توی بازی حمایت میکنه که حرکت E4 رو سفید انجام نده، و کار دیگری که داره انجام میده تهدید فیل H3 رو داره فراهم میکنه توی بازی.
برای در واقع سیاه. اینجا شاه اچ یک بازی شده، فیل اومده به خونه F5، کنترل این قطر همچنین خونه مهم E4 رو سیاه داره کنترل میکنه کامل. رخ اومده به خونه C1 و حرکت B6 اسب رو حمایت میکنه توی بازی، اسبی که حالا نمیتونه کسی از خونه C5 بلندش کنه، و حرکت F3 رو یان پامیاشی بازی میکنه به منظور اینکه E4 توی بازی انجام بشه. حالا حرکت E4 حرکت قدرتمندیه، قرار این قطره رو ببنده برای فیل و همینطور این قطره رو ببنده حرکت E4. حرکت فیل D7 رو مگنوس کارسن بازی کرده به این منظور که حرکت خوبیه. چرا خوبه؟ چون E4 رو قراره با F5 مورد حمله قرار بده و این مرکز رو به چالش بکشه توی بازی. خب حرکت F4 رو اینجا یان نپامیاشی بازی کرده، حرکت بسیار خوبیه. میبینیم که تنش بسیار زیاد در مرکز صفحه حاکمه و اگر که بخوای این پیاده رو بزنی توی بازی، F در E میزنه سفید هم، و بعد از این حالا فیل زیر ضربه فیل به خونه E7 بره، بعد از فیل D4 تعویض رخ ها میتونه اتفاق بیفته، با اسب پس میگیره، اسب میتونه از این خونه ها به بازی اضافه بشه و بازی در تعادل دیگه، این بازی در تعادل پیش میره. حالا چرا با وزیر پس نگیره؟ چون وزیر دوست داره از خونه D2 استفاده کنه. این اسب اینجا اسب خوبی نیست، یعنی نمیتونه بیاد تو F3 از خونه F3 استفاده کنه. ببینیم که اسب و فیل خونه های زیادی برای رفتن ندارن، یه ذره پسیو غیر فعال هستن مهره های سفید به خاطر به لطف پیاده E4 که فضای خوبی رو تونسته اشغال بکنه و به خوبی توسط اسب و وزیر داره توی بازی حمایت میشه. اسبی که فوق‌العاده است دیگه تو خونه C5. و از اون طرف هم سفید میبینیم پیاده رونده ای داره، پیاده تا خونه E6 هم میتونه بیاد، شاید در ادامه بازی طرحهای D6 و پیاده در D6 بتونه رونده رو قوت ببخشه حتی توی بازی. خب این از این لاین، اما که اتفاق نیفتاده، حرکت رخ E8 رو اینجا بازی کرده. بهترین انتخاب همون F در E بود دیگه. رخ E8 میبینیم که مگنوس کارلسن ناگهان داره تفاوت میده و اشتباه فاحشه با حرکت فیل H5. اینجا وزیر باید جابجا بشه و یک تفاوت توی بازی عقب افتاده. حالا پیاده رو زده توی بازی یان نپامیاشی و در کسری از ثانیه مگنوس کارلسن دو رخش رو توی بازی نداره. میریم به آخر بازی، دو فیل در مقابل دو رخ که متریال بسیار زیادی رو مگنوس کارلسن عقب میفته، 4 پوینت متریال ناگهان توی بازی عقبه. اینجا چرا با فیل نزد؟ چون این فیل خیلی فیل خوبیه، میتونه به حمله کمک کنه و نگه داشتنش بسیار میتونه مفید باشه. اگه بخواد با فیل بزنه، بعد از تعویض‌هایی که اتفاق میفته در نهایت میبینیم که این سیاهه که یک تفاوت توی بازی عقبه و حمله خوبی هم در ادامه بازی نخواهد داشت و سفید وضع خیلی بهتری داره. اسب هم میتونه از خونه F3 یا از خونه B3 بیاد به جنگ این اسب و پیاده های سفید میبینیم مرکز رو به خوبی کنترل کردن. اما بعد از اینکه با رخ میزنه میبینیم تهدید زدن در پیاده H2 ماته. حرکت اسب F3 حرکت بسیار خوب از طرف یان نپامیاشی بازی شده، مات رو دفاع کرده، فیل زیر ضربه، فیل F4، رخ زیر ضرب و حرکت E5 رو اینجا نپو بازی کرده. حرکت دقیق انچینی حرکت D6ه، واقعا دیدنش سخته. خب اصلا رخ زیر ضربه که اصلا اهمیتی نداره، چون اصلا بعد از همین حرکت E5 بخوای اینجا بزنی، بعد از تعویض‌هایی که اتفاق میفته میری به آخر بازی که یک تفاوت عقبی و پیاده‌های قدرتمند سفید در مرکز صفحه رو فقط ببینی. پیاده رونده داره میاد، همون طرح D6 حالا قابل بازی هست توی بازی برای ساختن رونده. حتی E6 با طرح هست E5، ببین چه قدرتی میگیره توی بازی و وضعیت قابل انصرافه. پس زدن رخ اصلا کار نمیکنه اینجا برای سیاه عملا. اما اینجا بهترین انتخاب حرکت D6 بود. D6 واقعا حرکت دشواری هم هست. اگه بخوای بزنی اتفاقاتی که میفته، حرکت وزیر D5 با کیش میاد
و شاه بخواد گوشه صفحه بره به مات ختم میشه، مات دفاع نمیشه، باید با فیل فقط بلاک کنی و بعد مات میشی. اگر شاه بخواد به خونه اف 8 بیاد، حالا در ستونه رخ قرار گرفته، همچنان تهدیدهای وزیر به خونه آ 8 وجود داره. رخ ای 1 حرکت بسیار قدرتمندیه، اگه بخوای بزنی در اصل رخ در ای 4 میتونه رخ رو قربانی بده و به آخر بازی بریم که ستون باز شده برای رخ، برخواست های اسب وجود داره، بی 5 رو نمیدونم با جی 3 میتونه پاسخ بده و صفحه بسیار بازه و شاه سیاه شاه ناامنیه توی بازی. وزیر آ 8 کیش هم همیشه قابل بازی، به همین دلیل برتری بسیار خوبی رو میتونه سفید بگیره در اون اند گیم. اما حرکت ای 5 با حرکت اسب ای 4 مگنوس کارسن پاسخ داده، نرفته سراغ رخ. مشخصا طرح سیاه اینه که حرکت اسب جی 3 رو بازی بکنه، از این فشار استفاده بکنه و یا نپامیاشی حرکت وزیر ای 1 رو بازی میکنه که اشتباه فاحش وضعیت. با 4 پوینت متریال جلو میبینیم ایولبار به چه سرعت به سمت سیاه میشه تابه و مشکل داره سفید توی این وضعیت. دو فیل در مقابل دو رخ رو مگنوس کارسن حالا داره میره و ببره. خیلی جالبه یا نپامیاشی که همیشه تا لحظه آخر جلو میره ولی لحظه آخر کارو نمیتونه در بیاره برای خودش. توی قهرمانی جهان مقابل دینگلیرن هم دیدیم این اتفاق افتاد. باید چی کار میکرد؟ اینجا تنها انتخاب حرکت رخ سی 2 بود توی بازی، کنترل خونه اف 2. مشخصا از جی 3 طرح بسیار قدرتمند برای سیاهه، اما بعد از که شاه جابجا شه فیل ای 3 کیش میتونه با رخ بلاک کنه و اسب به خونه ای 4. درسته فشار زیادی روی رخ، از این آچمزه داره استفاده میکنه، شاه از آچمزه خودش رو خارج کنه. بعد از تعویض‌ها میبینیم که متریال رو پس میگیره سیاه. خب متریال دیگه کاملا مساویه، اسب و فیل رو زد تو دو رخ. اما مشکلی که برای سیاه وجود داره، پیاده‌های قدرتمند مرکزی سفیدن که یه دونش هم این وسط رونده است و میتونه کار رو جمع بکنه برای سفید. یعنی دلخوشی سفید میتونه به این پیاده‌ها باشه که برتری مثبت 2 رو برای سفید خلق کرده. پیاده‌ها متصل به هم بسیار قدرتمند هستن. اما حرکت وزیر ای 1 بازی شده، اسب جی 3 رو به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنه. با وزیر که نمیخوای بزنی، چون میزنم و نمیتونی هم پس بگیری. حتی شاه باید جابجا بشه، حالا اینجا اسب میتونه بزنه با خیال راحت تو رخ و نمیتونی اسبرم پس بگیری، چون یه رخ مجانی داری تو خونه سی 1 از دست میدی. ای 6 به همین منظور بازی شده، فیل زیر ضرب، فیل جابجا شده، رخ از زیر ضرب بلند شده و اسب در اچ 2 هم بازی شده. رخ اومده به خونه آ 3، فشار به پیاده آ 6 و فیل برگشته حمله به رخ. تر حرکت فیل سی 5 بسیار قدرتمنده. اینجا اگر که بخواد بزنه هم زیاد انتخاب جذابی نیست. بعد از وزیر در اچ 2 شاه سیاه بسیار توی بازی ناامنه. فیل میتونه برگرده دی 6 کیش، ببینیم قطر بسیار خوبی هم این فیل داره و شاه بسیار ناامنه. وزیر در جی 2 هم بعدش داره میاد و مشکلاتی رو داره دیگه توی این وضعیت. رفتیم به آخر بازی، دو فیل در مقابل رخ که دو فیل بسیار قدرتمند میتونن عمل کنن در صفحه‌ای که بازه. اما حرکت رخ آ 3 بازی شده و فیل به خونه دی 6، مسلما فیل سی 5 انتخاب بسیار قدرتمندیه. حالا نمیدونم یا نپامیاشی دیده ندیده، رخ در آ 6 زده، پیاده ای که اصلا قابل زدن نبود. اینجا حرکت انتظاری باید بازی میشد، رخ دی 3، رخ ای 3، چون شاه بسیار ناامنه و فیل سی 5 داره میاد و فیل سی 5 رو بازی کرده مگنوس کارسن. اگر رخی بود میتونست حالا کمکی بده توی بازی، اما نیست و کمکی هم نمیتونه بده. ببینیم اصلا خونه ایسم خیلی خوب کنترل شده توی بازی و مگنوس کارسن توی این لحظه پیروز این مسابقه میشه. با دو فیل دو رخ رو تونست شکست بده و یان نپامیاشی تسلیم میشه، چون این وضعیت به مات ختم میشه. بهترین انتخاب وزیر اف 2ه، چون شاه هیچ کدوم از این خونه ها رو برای رفتن نداره. شاه بخواد برگرده، برخواست کیش
نمیتونه برگرده. وزیر 4 آخرین انتخاب سفیده که به مات ختم میشه وضعیت، پس نداره، باید وزیر رو بذاره خونه F2 که بعد از تعویض‌ها ادامه دادن این وضعیت اصلا منطقی نیست برای سفید. یک رخ در مقابل وزیر و فیل، قطع به یقین مگنوس کارسن میتونه این آخر بازی رو ببره. به همین دلیل تو این لحظه تسلیم شده و بازی آرماگدون رو مگنوس کارسن با سیاه میتونه پیروز بشه و بره به مرحله نیمه نهایی. احتمالاً اگر نیمه نهایی رو ببره، علیرضا هم نیمه نهایی رو ببره، تو فینال توی برکت برنده ها علیرضا مگنوس رو خواهیم داشت. امیدواریم که این اتفاق بیفته، فینال جذاب میشه، فینال دوست داشتنیه. اگر شما هم از این ویدیو لذت بردید، ممنون میشم که ویدیو رو حتما لایک کنید. این کار باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.